حالا مراد این نیست که بعد شما برگردید به آخرت و دلخت به فرشته نمیشه. باطنی به ظاهری، اون باطنی که آخر میگه یا فریروزی هم میگفتن یا اقلا به تفسیر روحا میتونه که بنده میخواد کلام الله و مجلله رو تفسیر کنم، اون باطن و اصل انسان که تازه فرشته نیست، شیطان هم نیست، از یاد رفته، ظاهر فرشته آمده و این ظاهر هم تبدیل شده به فنومن که امروز پدیده میگیم. فنومنی که کانت میگه در مقابل نومن و معنا هست، هست کلمه نومن از انایاس از موسه و یک فنومن هم هستش. اون معنی هم که کانت از اشتفا میکرد رفته هست، اصالت به فنومن فنومن شده. البته این فنومن در زمان حافظ نبوده، ظاهری که امروز بشر میپرسته یه ظاهر خود بنیادانه ایست. و باید بگم به شما بقیه من فرض کنم در قانون بسته اگر کسی اهل ظاهر میشون و مثلا شریعت زده میشون حقیقت و حقیقت رو فراموش میکرد، تاریخ فاسد داشت، میگفتن این ظاهر پرسته. ولی اگر سر داد خود شریعت رو قبول میکرد، سیدی هم از طریقت و حقیقت یعنی باطن و حقیقت انسانی پیدا میکرد، برکه میگفت به شریعت، این شریعت هم ریا نبود برش، هم به درد خودش میخوند هم به درد ریا. من میخوام بگم دنیا امروز، مخصوصا امروز ما از نظر قراردادی مرتب و بسیج، همین شریعت با قطع نظر و حقیقت و همین ظاهر با قطع نظر از باطن است تبدیل شده به واقعیت و واقع بینی و واقع گرایی. اندکه تعمل کنید شما یه علومات نمیخواد بیرونید بعده اگر درست گفته هم بود غلط گفته، اگر غلط گفته من درست گفته یا غیر از این. این واقعیت یه روی ما مطابقه بیدیم مراتیه، همون شریعت هست. کیه تبدیل شده به واقعیت با قطع نظر از حقیقت؟ البته واقعیت قبلی هم حقیقت داره، حقیقتش تمام شده، حقیقت قوی تاوشه، اون حقیقت هم حقیقت توفیزی نیست. امر دیگر است که شاید من اگر دکارت رو بخواهم از تکران روشن میکنم میگیم آقایا میپرسم از شما، اگر شما بیرید در فلسفه قدیم، حکمت قدیم میبینید که واقعیت این معنی امروزی نداره. واقعیت درست هست اون چی که در خارج اگر من ده گفتم فقط رو میده یه حکم صادر کردم، این حکم رو مطابق واقع است. اگر گفتم کاغذ رو میز نیست، این کد بخار کنم مطابق واقع نیست. حالا واقعا خودش نظرهای خط در فلسفه قدیم که خود واقعیت مطابقت با چی داره، سخنهای پخته گفتن در فلسفه جدید هم هم در حفظت جدید هم هم که واقعیت مطابق نفس الامر باید باشه. حالا نفس الامرش باز رفتن دقت کردن حکمای قدیم و امروز، اما امروز وقتی ما واقعیت بگیم همون شبیعت هست، همون احکام ظاهری است که مطلقش میگیریم و میگوییم که باید در اینجا به شما بگم بنده عملا و در زندگی این خوب میخواد چون خود رو بگیارم ایدئالیستم، ریالیستم، اسپیرتوالیستم، ماتریالیستم را خود. ولی از نظر نظر توجه کنیم، نظرم نه ایدئالیستم، نه ریالیست، نه اسپیریتوالیست، نه ماتریالیست، نه هیچ قدر این افاق. حالا هم مردی که این ایدئالیست یا ریالیست یا اسپیریتوالیست یا ماتریالیست و بقیه این افاق دیالکتیک باشه یا غیر دیالکتیک، توجه کنید این حساب را پاک کنم شما که دوباره در عمل هستان پچه شدید. ولی وقتی که طرف مسائل حکمه می کنم قبول نمی کنم این اصفار را و این حوزه های فلسفی را، اینها را من 4 سال تاریخ آخر مرحله تاریخ بودم که در حال بحرانه و تا فردا هم هست و پس فردا تمام اینها خواهد رفت.